به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال دل شما خوب باشه، در هر جای دنیا که هستین خوب و خوشحال باشه. خوش آمدید به یکی دیگر از گزارش‌های هراتگردی با سلیم مقیمی. امروز می‌خوایم از ساحه گرده پارک ترقی بریم به فرقه و این مسیر در واقع طی کنیم. با ما همراه باشین، در این گزارش بازم خاطره می‌سازیم و خاطرات شما رو تازه می‌کنیم. این گزارش تقدیم به ساکنان هرات و هراتیان و هموطنان عزیز ما که فرسنگ‌ها از این شهر زیبا فاصله دارند، چی در کمپ‌هایم چی در خانه‌هایم و چی به تازگی مهاجرت کردم. تقدیم شما خدا کنه که لذت برده باشه. می‌خوام خیلی دل شما برای این شهر زیبا تنگ شده. قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم و تا پایان ما رو همراهی بکنیم، از شما تمنا دارم که سابسکرایب کنید کانال ما و لایک و کامنت فراموش نشه. خب این سرک گرده پارک ترقی هرات که در واقع اینجا وقتی هتل پارک موقعیت داشت که فعلا تبدیل شده به نواحی شهرگالی هرات که اینجا موقعیت داره و در این ساحه یک تالاری هم هست به نام فانوس دریا و خود پارک ترقی هم خود از پارک های معروف شهر باستانی هرات که در واقع مکانی برای مطالعه و تفریح شهروندان هرات و در مرکز شهر قرار داره، موقعیت داره که روزانه هزاران نفر به این پارک می آیند برای تفریح و برای مطالعه بیشتر استفاده میشه. جوانایی که درس کنکوری می خوانند یا دانشگاه می خوانند یا مکتب به اینجی در واقع درس می خوانند. و او طرف سرکه که می بینیم به تازگی ساخته شده باشه. می کنم یارمتر برم او طرف سرک میدان استقلال بود که معتادین آماده بودند چند سال پیش که خوشبختانه با گزارش های زیادی که ساخته شد، خودم یاد منه چند بار گزارش انتقادی ساختیم از اینجی، حالا تبدیل شده به یک مکان خیلی زیبا. چند میدان ورزشی ساخته شده دیگه، رستوران ساخته شده و کلن زیبا شده اطراف استادیوم ورزشی هرات و ما کم کم نزدیک میشیم به چهارراهی مستوفیت. به این طرف هم پای استادیوم هرات و یک مجموعه بزرگ رستوران های 50-50 یا 50-50 که غذای فست فود داره، معمولا مردم هرات و فامیل ها به اینجی می آیند و یک مسجد هم فکر کنم اون طرف زیر کار و کار جریان داره. به این طرف هم هتل صدف از مشهورترین برج های هرات در این ساحه موقعیت داره که در گذشته و حال سیمینارها و برنامه‌های کلان در اینجا برگزار می‌شد. خب رسیدیم به چهارراهی مستوفیت شهر هرات. باشه که یک دوری به چهارراهی بزنیم تا اینکه چهارراهی بیتر ببینیم. شما دیگه اینجا ترافیک نسبتاً سنگینی هم از گاهی صورت می‌گیره چون از مناطق مرکزی و مزدحم شهر هرات که این چهارراهی به قلوردو میره، به فرقه میره، به ولایت میره و همچنان به طرف پارک ترقی میره و در واقع یک تقاطع بسیار مزدحم و شلوغی هست. خب میریم جلوتر یک دوری بزنیم دور چهارراهی مستوفیت چون مسیر ما تعیین کردیم، مسیر ما فرقه در واقع که از این ساحه بریم. همیشه انتقاد میکنن دوستا، میگن چرا نمیریم به اون طرف. خواهن امروز میریم اون طرف و ببینیم که چی خبره. دو سرکه میشه این طرف هم از چهارراهی مستوفیت که مستقیم بریم، از جزمون بخش دو سرکه ولایت که عقب شامل عقب نشینی ها میشه بسیار زیبا شده، فضای خیلی خیلی خوب شده در این سالها، ساخت و سازها به شدت جریان داره این لحظه هم و یک شهر جدیدی در واقع شده این طرف هرات
و زیبایی ها شما میبینیم که اینجا کورس های بسیار معروفه، رستوران های بسیار معروفه در ایسای مستفیت و مسیری که ما میریم چهارراه اول ما چهارراه بلندوه یا بلنداب و این طرف میبینیم که در این سالها چندین بلند منزل ساخته شده بعد از عقب نشینی ها که واقعا شهر ایراد زیبا شد و رشد و توسعه شهری در این صاحب بسیار بسیار خوب بود و حالا کسایی که داشتن سرمایه گذاری کردن و آمدن خانه ساختن و زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده شدن. خب چهارراهی اولی که میرسیم چهارراهی بلندابه یا بلندو به قول مردم ایراد که دست چپ، دست راست که بریم میره به پر رنگینه و دست چپ که بریم میره به تالار آسمان که از تالارهای معروف ایراد حتما مردم ایراد آشنایی دارن، از تالارهای مشهور که به یک زمان برند بود در ایراد و بیشتر مجالس و محافل اینجا برگزار میشد. خب از چهارراهی بلندو تیر شدیم و میریم به طرف جاده مجیدی، چهارراهی جاده مجیدی سرایی میشه در واقع و یک برج در این سالها البته امسال دیگه افتتاح شد، برجی به نام برج انار و البته برج بیرنج یا برج ایراد نام تغییر دادن و رستوران انار، فروشگاه انار، یک مجموعه به اینجا ساخته شده، یک بلند منزل و مجتمع تجارتی و شفاخانه جام هم که میبینیم در او طرف سرک واقع شده و موقعیت داره دیگه، خیلی مقبول شده اینجا. این هم جاده مجیدی لوئه هم باشه به شما نشوندم، لوئه خیابان مجیدی که یکی از زیباترین و آرامترین مناطق ایراده. خب این طرف که جلوتر بریم از جاده مجیدی باز میشه جاده نصرالله خان و بازم شما نمای زیبایی میبینیم از رشد شهرنشینی و توسعه که خوشبختانه در این چند سال به سرعت خیلی بالای ساخت و سازا صورت گرفت و نمای شهر را حفظ کرده. و ذکر بکنیم یک نکته که اینجگاه منطقه بسیار پاک و تمیزیه و به هر گوشه هرات میریم امو پاکی و تمیزی رو میبینیم که شهروندا واقعا امو فرهنگ شهرنشینی رعایت میکنم که این نکته را میشه باید من تذکر بودم، چون وقتی ای بی یک چیز میگیم باید اونر را بگیم یک شهر که فرهنگ شهرنشینی خیلی خوب شده در سالهای اخیر در هرات و مردم رعایت میکنن امو بهداشت و تمیزی و پاکی. خب معمولا خب اینجا جکونه، من اختلاط طولانی کردم، جکونه که دست چپ میره به پل خیمه دوزان غند 11 و مستقیم که بریم دیگه باز مسیرهای دیگه میشه که خب این سرکی که ما میریم منتهی میشه به سمت فرقه و نواباد و خیرآباد. خب اینجا یک پمپ استیشن خیلی خوب شده به نام پمپ استیشن جکان که خیلی لوکس و معیاری ساخته شده در ساحه خود جکان و ساخت و سازا اینجا هم میبینیم که فعلا هم جریان داره و خانه های هم به 5 سال اخیر ساخته شده که خانه های بسیار زیبایی هست و نمای شهر واقعا زیبا ساخته. یک زمانی اصلا خبری نبود از این خانه ها و از این بلند منزل ها و از این نماهایی که در واقع در شهر هرات کار میشد، هرچند خب مهندس ها و کارشناس ها میگم هنوز ساخت و سازا در شهر ما معیاری نیه، بر اساس همون معیارهای توسعه شهری صورت نمیگیرن، مگر بازم تلاش های صورت گرفته برای استاندارد سازی، برای معیاری سازی و برای از اینکه نظم بهتری در شهر هرات در واقع برقرار بشه و شهر چهره و زیبایی خاصی داشته باشه. خب اینجی خیرآباد اگه اشتباه نکنم خیرآباده و در ایسا هم چند تا تالار به موقعیت داره، از جمله تالار مرمر هرات و اطراف این سرکی که ما شما این لحظه میریم خانه های مسکونی هست و یک منطقه بسیار پرنفوسی هست که هراتیان زندگی میکنن و در سالهای اخیر اکثرا از ولایت‌های دیگر آمدن در این ساحه و هم زمینایی که قیمت‌های مناسب‌تری داشته مردم خریداری کردن و برای خود خانه جور کردن و رشد شهرنشینی هم زیاد شده در این ساحه و توسعه بیشتر پیدا کرده.
و همین قسم که میبینیم در این ساحه حالا یک درخت ناجوی خشکیده، سه درخته که ناجویه که خوش شده به اینجی و این درخت ناجوکاری کمتره دیگه، یا قطع شده اکثرا. متاسفانه در سالهای اخیر ناجوهایی که به اینجی بوده، درختهای خیلی زیبایی که قدامت حتی 100 سال دیشته، قطع شده و دیگه واقعا نیفه نباید اتفاق بفته برای نماد هرات کمی درخت ناجویه در واقع. و از طرفی هم رعایت بشه که بهتر. خب همینطور پیشتر اومدیم، اینجی هم تالار دیگه به نام تالار لاله‌زار که از تالار خیلی قدیمیه همین منطقه خیرآباد هست. به این مسیر دست راست میره به نتره گلگوش. یک زمان یک گزارش ساخته بودم از این شد بیننده ها ما دیده باشن، نتره گلگوش جایی که اوبزی میرفتم، یک جایی مثل یک استخر وریه ولی آب روانه که فعلا از بین برفت بگه از قدیمای باز. شما اگه خاطری داریم بنویسیم بریم و به پایین این گزارش و ویدیو. و در ایسایی که قرار داریم نزدیک میشیم به خود فرقه که یک وقت پایگاه نظامی بود که حالی هم هست، به خاطر فرقه میگن نور. و این طرف تالار دیگه به نام تالار الحبیب و همون قسم که تذکر دادم، در این سوحات در سالهای اخیر بیشتر مهاجرینی که از دیگه ولایت آمدن این مناطق ساخته شده و همشهریان و در واقع شهروندان و هموطنان ما که از دیگه ولایت های افغانستان آمدن بیشتر در این ساحات مسکن گزین شدن و خانه برخو ساختن و به این دلیل بوده که رشد شهری به اینجی زیادتر صورت گرفته. و نمایندگی های موترهای بولیسوالی ها هم به اینجا هست، مثل بولیسوالی اوبه و چند ولسوالی دیگر، چشت شریف، حتی ولایات قور و بادغیس هم فکر کنم از اینجا موترهایی که از اینجا حرکت میکنن. و از این مسیری که مدارم میرم فلان، در واقع این مسیر منتهی میشه میره به ولسوالی معروف هرات مثل کروخ، اوبه و همچنان ولسوالی چشت شریف و همینطور میره به ولایت های قور و بادغیس. و این مسیریه که در واقع از این ساحه منتهی میشه به اونجگاه. و این سرک هم که ما روان هستیم فعلا خیلی خیلی خراب بود، دو سال پیش به شدت خراب بود، اصلا تردد نمیشد از اینجی، که خوشبختانه تیار شده فعلا و میبینیم که خیلی راحت میشه رفت از این سرک. این سرک واقعا وضعیت خراب بود، دو طرفه جور شده، آسفالت شده مجددا. این تغییریه که به این منطقه در واقع آمده. نزدیک شدیم به خود فرقه و یک مسجد خیلی معروفی ساخته شده که نمیفهمم او سایه نوآباد میشه و فرقه، ولی همین سایه دیگه سایه فرقه گفته میشه در واقع. یک مسجد خیلی زیبایی که به عید روزه بود فکر کنم رفتیم به اونجی برنامه ساخته. خب رسیدیم به منطقه پایانی و گزارش خود به این قسمت ختم میکنیم. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردین، خدا کنه که لذت برده باشیم و خاطرات در واقع تازه شده باشه. و رسیدیم به فرقه. این گزارش تقدیم به عزیزایی که دورن از این شهر و مخصوصا ساکنان این ناحیه که دیگه از اینجی بودن و رفتن به خارج، خدا کنه که لذت برده باشین و تا حد خاطرات شما تازه شده باشه. تشکر که ما رو همراهی میکنین. خیلی دوست دارم که بیشتر این گزارش ها دیده بشه، یعنی بدیم با دوستا خود لینک کار بگیریم از واتساپ و تلگرام و مسنجرهایی که داریم، بعد اینا روان کنیم اونام ببینن، چینل سابسکرایب کنیم تا چینل ما در واقع سریعتر رشد بکنه. خیلی ممنون، خدا کنه لذت برده باشیم دیگه، حرف خاصی نیه. خیلی خیلی شما دوست دارم، مواظب خوب باشین، همیشه ما دنبال کنیم اینجی. وقت شما خوش، خدا نگهدار.